به نام خالق هستی. دوستای نازنینم سلام، امیدوار هستم که خوب و خوش و صحتمند باشین و همیشه هم تو ایام به کامتان باشه. هموطنای عزیز، ماه مبارک رمضان است، بازم ماه مبارک رمضان به شما مبارک میگم و امیدوار هستم که این روزا همه تو پربرکت باشه برتان و خوب بگذره. هموطنای عزیز، با گزارش متفاوت تر ما امروز شما را به یک جای دیگه میبرم. حدس بزنین که کجا؟ به یک دهه دوادی هنر شما را میبرم. کسی که بیشتر از یک دهه دوادی هنر کار کردن، میریم امروز آثارش و کارهایشان را میبینیم. کسایی که کار کردن، زحمت کشیدن. همتون از قسمی که میفهمین در کشور ما فقر وجود داره و ای که یک نفر میاید در عرصه هنر کار میکنه بسیار زیاد مشکل است در کشور ما. و همچنان با وجود که محیط و جامعه که در کشور ما وجود داره، فرهنگ که وجود داره، به هنرمندا بسیار سخت میسازه، بخاطر که کسی به هنر ارزش نمیده. اما با وجود این همه بسیار سختی، یک نفر سختی رو تحمل میکنه و میاد در عرصه هنر کار میکنه. هموطنای عزیز، من امروز در اینستیتوت هنرهای زیبا و صنایع کابل هستم و از آثار استاد جمال آثارشان هست که بیشتر از یک دهه کار کردن، میریم با هم دیگه میبینیم و آثارشان هم میبینیم که چقدر زحمت کشتن. با خودشان صحبت میکنیم که چطور کار درسی هنر شروع کردن که به اینجا رسیدن. هموطنای عزیز، بریم با هم دیگه میبینیم. خب هموطنان عزیز، قسمی که میبینین من داخل نمایشگاه قرار دارم، جایی که وقتی که من تازه در اینجا داخل شدم بسیار زیاد برام جالب بود، چون اینجا بسیار زیاد مقبول شده و نقاشی زیبا. خب هموطنان عزیز، قسمی که میبینین نارا، ما اول میخوایم امروی خود استاد حرف بزنیم که چقدر فهمیده میشه که واقعا چقدر زحمت کشیدن روی این آثار و نقاشی. با خودشان گپ میزنیم که اونا از زبان خودشان بشنوین که چطور بوده. خب هموطنان عزیز، من در کنار استاد محترم قرار دارم، استاد که قسم این آثار زیبا و ارزشمند که شما میبینین، این آثار که بسیار واقعا فهمیده میشه که چقدر سرشان زحمت کشیده شده، توسط استاد نقاشی شده و کار شده. پس ما و امروشن بیشتر آشنا میشیم و این آثار که در اینجا میبینین پرسان میکنیم که چقدر زمان گرفته برشان. سلام استاد عزیز، خوب هستین؟ سلام، خسته نباشید، خوش آمدید میگم به نمایشگاه، لطف کردین، صفا آوردین. دیگه مستخان رجا جمال هستم، یکی از استادان انستیتوت هنرهای زیبا صنایع کابل در بخش نقاشی. خب چطور شد که شما این نمایشگاه را برگزار کردید؟ هدف از ایجاد این نمایشگاه یا برگزاری این نمایشگاه دو گپ است. یکی این که با تمام چالش ها و مشکلات هایی که فعلا وطن ما یا مردم ما روبرو هستن، خواستم این نشان بدیم که هنوز امیدی برای زندگی کردن هست، هنوز ما با تمام چالش ها میخوایم زندگی کنیم، زندگی به معنای واقعیش. و خواستم که از طریق تابلوهایی که جنبه های که داشتن، جنبه های زیبایی در زیبا هستن، از طریق زیبایی ها روح و روان می مخاطبین و بینام کسایی که اشتراک میکنه کمی جالبتر و شادتر و بهتر شدن. خب استاد، یک چیزی که من خودم در اول ویدیو گفتم یست که یک نفر که در عرصه هنر در جامعه ما پا میمونه بسیار مشکلات روبرو میشه، به خاطر که در جامعه ما از هنر حمایت نمیشه. شما خودتان چی وقت تصمیم گرفتین که مثلا از دوره مکتب بود، از چی وقت بود که شما تصمیم گرفتین که بیاین در عرصه هنر پا بمونین و چی مشکلات را شما روبرو شدین؟ خب در کل سرای هنرجو یا هنرمند یا هر کسی که در بخش هنر کار میکنه چالش ها و مشکلات هایی وجود داره و باز هم با تمام چالش ها باید شخص خود هنرمند یا کسی که می در راستای هنر کار میکنه باید فرصت خودشان ایجاد کنه. مطمئنن مشکلات های هست در جامعه ما، مشکلات های اقتصادی، مشکلات هایی که مردم ما حمایت نمیکنه، این مشکلات ها هست. بنابرای تمام چالش ها باید فرصت خود هنرمند باید ایجاد کنه، با تمام چالش ها مشکلات هایی را باید پشت سر بگذارن تا برسه به یک هدف و مورد. استاد، شما چند سال در عرصه نقاشی کار؟ من تقریبا 14-15 سال میشه کار کردم.
دقیقاً. و چقدر میشه که شما در اینستیتوت استاد هستید؟ ما یک 6-7 سال میشه استاد هستم اینجا. بسیار عالی. خب استاد، ما قسم که همتانی رو میبینن و ما هم دیدم بسیار زیاد آثار زیبایتان در اینجا هست، میشه که امی آثارتان که بسیار دوستشان دارین، میفهمم که همهشان دوست دارین و برتان بسیار زحمت داشته، خب چند تا از آثارتان بر ما معرفی بکنین و به بیننده ما بگوین و که بیننده ما ببینن، کسایی که در عرصه هنر تا بالا فعالیت نداشتن، کار نکردن، ببینن که واقعا عرصه هنر چقدر زحمت داره و یک تابلو را که نقاشی میشه چقدر زحمت داره و چقدر سختی ها را یک هنرمند میکشه. دقیقاً. خب مجموع آثاری که اینجا شما میبینین 40 تا اثر است، اگرچند که هر کدام از اینا جیگرگوش های ما هستن، ما مشخص گفته نمیتونم، ولی باز هم خیر است بخاطر که شما خواستین. ما مجموعه هایی که دهی طرف شما میبینین اینا اما آثارهایی که هستن که کاملا از احساسات درونی هم و ادعای شخص ذهنی هم شکل گرفته است که اینا خیلی برای ما مهم است، چون ما خود در اونا بیشتر میبینم که تقریبا به تعداد 12 اثر است که تا رنگ به حساب ما کار از اینا در ابتدا میای کارهایی که به حساب ما رنگ هایی که ناخودآگاه میایم به صورت ناخودآگاه جدایی که از این عقلی فکر کنیم میایم مثلا کار کنیم، میگیم میخوایم که ناخودآگاه یکان رنگ بزنیم کار کنیم جدا، حتی تصمیم نداریم که یک چیزی بیرون شود، بعدا میایم اون را به موضوع به شکل و محتوای گپا شکل میدیم و کار میکنیم، که این واقعا یک کاری است که کمی مشکل است، چون آدم میاد در ابتدا رنگ میگذاره، رنگ میکنه ناخودآگاه، باز این خیلی مشکل است که بیای رو باز دوباره به موضوع تبدیل کنی به یک چیز زیبا و یک چیزی که مفهوم داشته باشه، کار دشوار و نیاز به یک تمرین داره، نیاز به دست بالا و مهارت بالاتر کار داره. خب مثلا عزیز قسم گستاد گفتن این 12 اثر، ما خودم هم که آمدم از نمایشگاه دیدن کدام مثلا دیگه آثاری هستن که شما وقتی بهش نگاه میکنین مستقیما مفهوم میگیرین، مثلا آثار مثلا قسمی که میبینین طبیعت هستن یا آثار بزکشی هستن، شما مفهوم میگیرین، اما 12 اثری که استاد محترم اشاره کردن آثاری هستن که شما وقتی بهش بیننده بر بار اول میبینین هیچ چیز ازش درک نمیکنین و شما باید از خود استاد نقاش پرسان کنین. مطمئنن خالی از مفهوم هم نیست، یعنی نمیگیم که اونا جدا از مفهوم است، فقط اینا یک تصویر است که مشخص است، با یک چشم راحت میتونیم که بگیم منظره هست، یک منظره یک روستا، یک منطقه، یک جایی که یک طبیعت هست، ولی کارهایی که معاصر است و اندیشه های نوین هنری هست این است که شخص مخاطب یا شخص کسی که میای مطالعه میکنه با دید بصری بیای از لابلای تابلو عناصری که اونجا کار کرده شده برداشت کنه، یک چیز را بگیره که چه مفهومی را ارائه کرده و هدف از این کار کاری هنرمند چی هست. خب استاد میشه که بریم امی آثار را برما چندان معرفی کنین و همه تو مفهومهاشان را برما بگوین. از تابلو از یه طرف شروع میکنیم. خب نو مسیح هستم چیست؟ چون ما یک تعداد دوستات دیروز آمد ما که شما اندیشه فیمینیز دارین، یعنی زنانه، چون یک چند تا دو تا سه تا چهار تا اثر ما تقریبا همو ساختار یک زن حس میکنه که یک زن از اونجا دیده میشه. بله دینا خوشی ما میبینم. دقیقا ببینید یک قسمت چهره زن نیمه برجسته دیده میشه. بله. و در پایین ها عناصر چشم خیلی زیاد است. خواستم این رو بیان کنم که دیدگاه ما مردم یا دیدگاه مردم ما نسبت به زن و جامعه ما و گناه های متفاوت است. این خودش یک رقم، یک قسمتی از خشونت علیه زنان و خشونت های مثلا کوچه ای را ابراز کنم. وقتی گفتم دیدگاه ها شاید یکی دیدگاه مثبت، یکی دیدگاه منفی. دیدگاه منفی شامل یعنی خشونت و بدبختی ها اونگه پای است. بسیار خوب. خب پس این اثرتان یک رقم میتونیم بگوییم که رفت به فیمینیسم میگیره؟ دقیقاً دقیقاً. آن نظر خودتان هم میره قمع هست؟ هست نسبتاً نسبی. آها بسیار خوب. خب پس شما از اول مردای فیمینیست کشور ما هستید؟ دقیقاً ما طرفدار خانم ها هستم، خانم ها جز و یا پیکر یک جامعه ما هست، ما همیشه با تمام چالش هایی که خانم ها دارن همگام با اونا میخوایم که همصدا با اونا با تمام چالش ها و گپا
گام بگذاریم و دیگه راستا مبارزه کنیم. بله بسیار عالی. خب همه تو میبینیم دیگه آثار، مفهوم این نقاشی میشه بگین چی است؟ ببینین ما بیشتر از این که مفهوم چی میگنین، حرکت های زیبا و رنگ های زیبایی که با این کار رفته، شاید دیدی مخاطب بیشتر یک جلب کنه و حرکت هایی که اینجا داره، حرکت های پرپیچ خم و عناصر مختلفی که اینجا داره. ببینین من اینم میتونم یک نماد، یک خانوم یا یک زن یا یک طفلی که هنوز هیچ تولد نشده، با تمام چالش ها، با تمام بدبختی ها تولد نشده، میتونه سر روح و روان یک طفل تاثیر منفی داشته باشه که ما کاملا اونمو جامعه ما هست، اونمو بدبختی ها، اونمو مشکلات های جامعه ما هست. استاد آثارتون کلشون رنگ روغن هستن؟ نه، مواد های رنگ روغن، اکریلیک، آب رنگ. همه تو میاییم هموطنهای عزیز دیگه آثار میبینیم. ما کوشش میکنم که مثلا نقاش ها را درک کنم که زیزش. خب بیشتر از استاد محترم پرسان میکنیم، میشه در مورد از این اثر حتما باید در باره هر اثر باید صحبت کنیم، گپ بزنیم. حتما چنانه میتونیم بگیم که جمع از فرهنگ ها، یعنی بله چندین فرهنگ ها. ما اینجا یک کلا میبینم. دقیقا میتونیم بگیم نماد ها حتی چندین، حتی دوره عرقه میتونه چندین نشان بده. بله بله. خب امین نقاشی چقدر از شما مثلا بر شما زمان برده؟ ما یک گپ هست که من می کارهای حسی و درونی خود بعض وقت زود انجام میدم، بعض وقت که چون خیلی دیر است که من رنگگذاری میکنم، باز دوباره فکر میکنم که به کدام موضوع و به چی دیده میتونم از لابلای کدام به کدام موضوع ما نزدیک میسازم. میره وقت و نیاز به زمان زیاد من کار دارم و یک چون زود و سریع کار میکنم فرق میکنه. خب این تابلو کلان است، خب معمولا زودتر نظر بینه در جلب میکنه. این چقدر زمان برده از شما؟ این هم البته شاید نهایتش یک هفته، یک در طول یک هفته که چقدر، یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت، حتی یک روز من کار کردم و زحمت کشیدم. این مدت زمان کار بسیار خوب، بسیار سریع هم کار کردین. اما یک چیزی که مثلا من میخواستم از شما بپرسم این است که طولانی ترین وقت که شما سر یک اثر ماندین تا حالا چقدر وقت بوده؟ شاید بیشتر از یک هفته نبوده. زمان و بر ما خیلی مهم است. با یک مدت کم بخوایم که یک چیز زود کار کنیم و نشان بدیم، چون زمان دیگه میگذره، دیگه با یک زمان بعد ما زود کده کار کنیم. نیاز نیست که ما در یک سال بیم یک تابلو کار کنیم. بله. نام خدا استاد بسیار خوب زودم کار میکنین. در اینجا اینا ارخم سمبول های آدم ها هستن به نظرم. یه ما تحرک، شور، هیجان است تقریبا. اگه بودن از لابه خوش آدم ها آورست. آه نه، تحرک است. میدونین حتی می بسکشی است به صورت انتظایی یا بسرک که پا کار شده که خیلی مشخص آوازه. رنگ روغن است؟ یه هم رنگ روغن است. بله بسیار خوب. نقاشی رو رنگش بسیار دوست دارم، ترکیب رنگش بسیار زیاد عالی است. چون رنگ، چون خود یعنی سمبولش گپاش زنانه هست و رنگ هم تقریبا زنانه ای از خود شده. از امو خاطر ما خوشم آمده. اگر شما این نقاشی را از نزدیک ببینین، در این قسمت که هست ما سمبول یک خانم رو میبینیم. البته من نظر شخصی خودم میگم پیش از گستاد در موردش توضیح بده، سمبول یک خانمی است که چادری داره. بله و اینجا که آزاد از خود آزاد احساس میکنه. بله با گیسوی باز، با گوشواره های قشنگ بسیار زیاد. این نقاشی بسیار زیاد واقعا من گفتم هم حالتش هم مفهومش و هم تو رنگش بسیار زیاد دوست دارم. خب همه تا دیگه نقاشی رو میبینیم. این نقاشی رو واقعا من فقط زنجیرها رو میبینم در اینجا. خب مفهومی که من از این نقاشی میگیرم، اینجا من یک دست میبینم و یک انسان، مفهومی که بر من میتونه یک انسانی هست که در یک گرداب از مشکلات گیر افتاده و دست پنجه نرم میکنه. چی هست که من در این نقاشی که من رو درک نکردم؟ چقدر تحلیل خوب، چقدر واقعا عالی فوق‌العاده. من یک آرزوی میست که همه مخاطبین، هنرجویان، هنرمندان بین به این صورت تجزیه و تحلیل کنن و یک چیزی را از لابلای یک اثر هنری پیدا کنن.
دیگه خیلی عالی، خیلی فوق العاده چیزی که گفتین و اون واقعیت است و اون گپ است. خب این قاشیره که من میبینم یک رقم، یک شلوغی کراود از مجموعه از آدم ها را نشان میده. آیا این رقم است؟ دقیقا. ببینید همه کاملا حرکت هایی که اینجا هست، جهت های خطی که هست، کاملا نما یک تحرک و حرکت و شور و هیجان مردم است که میره هدف میه که مردم ما دیگه با متر جوش و خروش به یک مسیری باید هدف تایی کنن با تمام همه مشکلات ها، حتی این رنگ های سرخ مشکلات هایی که هست. بله. خب این نقاشی مثل وقتی است که ما در بازار مخصوصا در ساحه شهر که بریم افت بسیار جوش مردم می باشه، شلوغ می باشه، یه مقتی یک نمی تمام مسیر ها تمام چالش ها رو میتونن هر کس با یک طرف میده. دقیقا. استاد محترم بسیار زد خوشحال شدم که همراه شما گپ زدیم، معرفی شدیم. امیدوار هستم که همه تو کارهایتان پیش بره و موفقیت بیشتر سرایتان بشه. بسیار تشکر. لطف کردین، تشریف آوردین، تشکر از که گزارشی تهیه کردین از قسمت تابلوهای ما. لطف کردین، تشکر. بخیر باشین. خب متنای عزیز، مام که در اینجا دیدین نقاشا رو دیدین بسیار زیاد کارشون عالی بود. شما در ویدیو دیگر کارهای استاد میبینین. در قسمت ما میخوایم برم همراه یکی از هموطنهای ما که در اینجا میبینن به خاطر بازدید از نمایشگاه آمدن، همراهشون گپ بزنم. سلام. سلام عزیز دل، خوب هستین؟ ستان خوب هست، سلامت باشین. خود میشه معرفی بکنی؟ اسم من مریم جولیت هست، یک تن از فارغان رشته امی هنر گرافیک دیزاین. دیگه امروز در این نمایشگاه دعوت شدم از طرف استاد محترم و یکی از دوستای خوب ماسرایا جان. دیگه اینجا آمدم امی کارایی را که دیروز در فیسبوک و بعض سوشیل میدیا دیدم بسیار برام جلب توجه کرد. باز خواستم که امروز 100% بیایم، و گرچند که کم مصروفیت ها اینا بود، گفتم ببینم و دیدن کنم. نام خدا یک نمایشگاه فوق العاده و کارها را دیدم، بعد نواری ها و آثار مفهومی و نقاشی و آبرنگ که بود خیلی متفاوت و خیلی عالی بود. دیگه یعنی برگزاری قسم نمایشگاه ها بر جوان ها، بر استاد ها و تمام شن یک انرژی مثبت میده به می نسل نوین و کسایی که میخواین این رشته را دنبال کنن و یا دنبال نقاشی و آبرنگ و اینا باشن. یعنی برشون یک الگو بوده میتونه و یک تاثیر بسیار مثبت داره. و همچنان بسیار خوشحال شدم از اینکه آمدم و ای آثار را دیدم و استاد نام خدا سرمایه ملت هستن. بسیار خوب. هموطنهای عزیز باید بگویم ما بسیار داد خوشحال شدم از دیدن یک هموطن ما که هم نام و هم رشته ما است. بسیار داد برم جالب بود. میشه بگویی که خودت که آمد از نمایشگاه دیدن کردی، کدام اثر استاد بسیار داد برات جالب بود و مفهومش چی بود؟ اثر تمام آثار استاد محترم تمامش متفاوت و تمامش یک هر کدامش یک ایده متفاوت داره که هم ایده شخصی گفته میشه و هم ایده است که ببینه انسان میتونه، یعنی میتونه ببینه و یعنی هر کس میتونه با مفکوری خود او را معنا کنه. بله. دیگه به نظر من تمامش عالی بود، خیلی جلب توجه به من کرد. او اثر یک اثر است که فکر کنم مفهومی است. دیگه بر من خیلی جلب توجه کرد و یک نماد از صلح و آشتی بود و یک اثر دیگه که فکر کنم از جنگ و اینا بود که یکی از بانو بود فکر کنم در بین زنجیرها و اینا دیگه اونا بود، خیلی جلب توجه کرد بر من. دیگه تمام آثارشون خیلی عالی است، فوق العاده. آثار قسمی که خودتان گفتین به نظرم آثار استاد که مفهومی بودن برتان بسیار زیادتر جلب توجه. دقیقاً مفهومی نقاشی و آبرنگ اینا خود تمامش یک باره که ببینی اما معنای خودم میده، اما بعدن که آثار مفهومی که از کم باید دقت کنی و خیلی جدی بهشان بپردازی تا به مفهومشان درکشان کنی که یعنی استاد چی خواستن. بله. یعنی که در اون نمایش بسیار داد خوشحال شدم از دیدنت مریم جان. بله. تشکر بسیار زیاد. سلامت باشی. تشکر از شما همچنان. خداحافظ. هموطنهای عزیز، ما بسیار زیاد قسمی که آثار را میبینید بسیار از دیدن آثار لذت بردم. یه نمایشگاه به مدت 3 روز که امروز روز دومش است برگزار شده بود در اینستیتوت هنرهای زیبا و صنایع. بسیار خوشحال شدم که همچین نمایشگاهی برگزار میشه. به خاطر به نمایش گذاشتن
خلاقیت با آثار هنرمندای ما. هموطنان عزیز، امیدوار هستم که شما ما از آثار هنرمندا و از هنر حمایت بکنین تا که کشور ما پیشرفت بکنه و از هنر بیشتر قدردانی شود. هموطنان عزیز، بسیار داد خوشحال هستم بازم از اینکه شما تاییدم ما رو همراهی کردین. بسیار داد تشکری میکنم از شما. تو ویدیو بعدی شما رو به خداوند پاک مسپارم. بدرود.